بینندگان عزیز، همونطور که اطلاع دارید شب گذشته حمله محدودی به پایگاه‌های آمریکا در عراق توسط رژیم انجام شد. قبل از اون هم در مجلس آخوندها برای اولین بار در تاریخ حاکمیت آخوندها یک طرح سفوریتی برای تصویب 200 میلیون یورو بودجه اضافی برای نیروی تروریستی قدس به تصویب رسید. اهداف این تهاجم موشکی و تصویب طرح سفوریتی برای اختصاص بودجه موضوع بحث این قسمت از برنامه ما با آقای احمد گلفشار هست. سلام عرض می‌کنم و خوش آمدید. با سلام خدمت شما و با سلام و شب بخیر خدمت همیهنان عزیز. خواهش می‌کنم. در شروع اگه میشه یک توضیح مختصری در رابطه با کم و کیف تهاجم شب گذشته رژیم آخوندی به پایگاه‌های آمریکا در عراق بفرمایید که به چه صورت بوده؟ شب گذشته رژیم بعد از کلی تبلیغات که در جریان هستید و بوق و کرنا کردن، بالاخره دست به یک حمله نمایشی زد که با 15 مطابق اخبار واصله با 15 موشک که 10 تا موشک زده به پایگاه عین الاسد و 5 تا موشک هم زده به اربیل، پایگاه آمریکایی در اربیل که خب البته خیلیشون به در دیوار خورده و مطابق چیزی که خودشون گفتن از موشک های بالستیک استفاده کردن که این موشک های بالستیک قطعا مطابق قطعنامه 2231 که رژیم و از فعالیت ها و گسترش سلاح های توسعه این نوع سلاح ها محروم میکنه، دقیقا در نقطه مقابل و نقض همین قطعنامه 2231 که در شورای امنیت برای رژیم به تصویب رسیده. این کلیت این تهاجم به اصطلاح چیزیه که رژیم در بوق و کرنا کرده که انتقام سخت گرفته. حالا رژیم خیلی از این به عنوان یک حمله بزرگ و انتقام سخت اسم میبره، چه ارزیابی از ابعاد تبلیغاتی و سیاسی این در مطبوعات هست؟ بله، این انتقام سختی گرفتش. البته اهداف و دقیقاً درست انتخاب کرده بودش، چون همه رو به در و دیوار زده. یعنی از در و دیوار انتقام گرفت. یعنی از بیابان‌های عراق انتقام سختی رو گرفته رژیم. این چیزی که الان دارن میگن، چون اصلا نه کسی به اصطلاح آسیبی دیده، دقیقا یک چیزی بوده نمایشی و برای مخاطبش هم خب نیروهای خود رژیم بوده. چون اون چیزی که در انتقام و دقیقاً چون اون چیزی که در چیز بین المللی شما مشاهده میکنید، پاسخی که به این واکنش رژیم دادن دقیقاً نشان دهنده ضعف رژیمه. یعنی از این مفتضح‌تر رژیم نمیتونست وارد کنش و واکنشی اون چیزی که به عنوان انتقام سخت میگفت بشه. یعنی این کاری که کرده با توجه به این که مثلا اگه اطلاع داشته باشین، این نخست وزیر مستعفی عراق این اطلاع داده، یعنی سخنگوش اومده گفته که به عادل عبدالمهدی قبل از جریان حمله اطلاع دادن. خب عراق به عنوان میزبان نیروهای ائتلاف مسئولیت حفاظت از نیروهای ائتلافو داره. خب وقتی به این اطلاع میدن، خودتون دیگه میتونید محاسبه بکنید. یعنی چی؟ ضمن اینی که الان انقدر دیگه این افتضاح بالا گرفته که ایندیپندنت اومده همین موضوع رو بررسی کرده، گفته که یه بحثی کرده، بعد گفته که میان دو طرف یک به اصطلاح توافقی صورت گرفته که ایران شماری از پایگاه‌های نظامی ایالات متحده در عراق را طوری هدف حمله موشکی قرار بدهد که آسیبی به نیروهای آمریکایی نرسد. چون به شدت رژیم سر این مسئله میدونه که کجا نباید وارد بشه. و آنکه چند ساعت پیش اتفاق افتاد درست همان گونه بود که دو طرف با آن توافق کرده بودند. یعنی توجه بکنید این موضوعی که رژیم اینقدر در بوق و کرنا میکنه حساب شده و
همونطوری که گفتم خدمتتون، مخاطبش هم همین نیروهای خودش بوده، چون بالاخره رژیم یک ضربه استراتژیک خورده در کشته شدن قاسم سلیمانی. در نتیجه وقتی که میخواد یک واکنش نشون بده، یک واکنش درخور باید نشون بده. اگه شما یادتون باشه، فقط مثلا توی هفته آبان 94 80 تا موشک زد به لیبرتی، به پایگاه مجاهدین ارتش آزادی بخش. یا مثلا توی 14 تیر 95 50 تا موشک شلیک کرد به ما. حالا در برابر چنین موضوعی که بر این ضربه استراتژیکی خورده، 15 تا موشک به در و دیوار زدن و هیچ کی هم اینطوریش نشده، شما خودتون ببینید این به اصطلاح در چه وضعیت و چه فلاکتیه و چه نیازی داشته برای اینکه اینجوری خودش رو در صحنه نگه داره در برابر نیروهاش. بله، حالا داستان این طرح سفوریتی چه هست که اینقدر، چقدر این موضوع مهم بوده که اینو به شکل طرح سفوریتی در مجلس بردن؟ خب مخاطب این طرح سفوریتی هم در قدم اول اینا میخواستن یک واکنشی نشون بدن. این طرح سفوریتی موضوعش هم این بوده که اینا قبلا نیروهای آمریکایی رو که در عراق بودن و به عنوان مثلا نیروهای تروریستی قلمداد میکردن، با این طرحی که اومدن به اصطلاح کل ارتش آمریکا رو و وزارت دفاعش رو به عنوان نیروی تروریستی اعلام کردن که هر بر علیهشون عملیات بکنن، که البته خب مشخصه همون چیزی که الان صحبت کردیم، این چیزای نمایشی که اینا برای روحیه دادن به نیروهاشون استفاده میکنن. موضوعش هم اینه که اینا 200 میلیون یورو اختصاص دادن در یک بودجه به اصطلاح که آوردن در مجلس با طرح سفوریتی، که تمام این سردمدارای شورای نگهبان هم همه اومده بودن نشسته بودن اونجا که کسی چیزی به اصطلاح موی لادرزش نره اینو تصویب بکنن. با سفوریت میخواستن به نیروهای نیابتی و مزدورای خارج کشورشون میگن آقا پول داره میاد، چون بعد از ضربه ای که خوردن سر قاسم سلیمانی و وضعیت خفگی اقتصادی، خوب میدونید تمام نیروهایی که رژیم به اصطلاح بودجهشون رو میداد اینا تحت تاثیر همین تحریم ها و خفگی اقتصادی که داره، خب اینا خیلی به شدت دچار تنگنا شدن. قاسم سلیمانی هم که خود اینا همه وا رفتن دیگه، 200 میلیون یورو رو اینجوری علنی کردن و اینجوری اومدن به اصطلاح پروال بهش دادن و تو بوق و کرنا کردن، دارن به نیروی نیابتشون میگه در سه فوریت بهتون پول میرسه. یعنی نگرانی پول نداشته باشین چون نیروها وا رفتن. اصلا این کار مرسومیه که توی مجلس یک چنین بودجه ای رو برای یک ارگان نظامی به این شکل تصویب کنه؟ اساسا ببینید این بودجه ها در دستگاه رژیم بودجه های سریه، یعنی هیچ جا نمیان، نیومدن تا حالا بگن این موضوع رو، خودشون هم توی این مسئله میگن. مثلا ببینید یه گزارشی فارس سر همین سوالی که شما کردین داده که میگه طرح سفوریتی اصلاح قانون اقدام متقابل در برابر اعلام سپاه پاسداران به عنوان سازمان تروریستی توسط آمریکا موسوم به انتقام سخت در نشست امروز مجلس تصویب شد و در همان نشست که به حضور اعضای شورای نگهبان برگزار شد به تایید این شورا رسید. پس این موضوعی بود که اینا آورده بودن، حالا نتیجه گیری چی بودش؟ بر اساس این قانون تمامی اعضای پنتاگون، شرکت ها و مؤسسات وابسته، فرماندهان و آمران همین کشتن این تروریست قاسم سلیمانی اعلام شد و 200 میلیون یورو برای تقویت نیروهای قدس برشون تصویب شد. که شما الان با توجه به این موضوع که اینا 200 میلیون یورو اومدن تصویب کردن با خرج اقدامات چیشون میخوام بکنن؟ تروریستی میخوام بکنن. حالا جالبتر اینه که میگه در این شیوه در جزئیات این قانون آمده است که 200 میلیون یورو به سپاه پاسداران تعلق خواهد گرفت. البته این مبلغ قبلا محرمانه بود، در پاسخ به اون سوالتون که آیا این معموله یا نه، و به طور مستقیم در هیچ کدام از لوایح بودجه کشور ارزی به عنوان سپاه قدس داده نمی شده است. پس این که اینو الان آوردن، این بیشتر جنبه تبلیغاتیشو
جنبه روحی دادن به نیروهای برونمرزیشون. اساس بودجه‌های نظامی، نیروهای نظامی بودجهش ریالیست، بودجه ارضی کاملا محرمانه است، به خصوص بودجه ارضی سپاه و سپاه قدس که حداقل تا کنون محرمانه بوده است. اینو کی نوشته؟ اینو جهان سنت نوشته همین امروز. بله بله، یعنی این یه بودجه محرمانه بوده. اینا در غارت و چپاول و یعنی ببینید این که میاد بنزین رو سه برابر میکنه، چی از جیب مردم میکشه بیرون، خرجش کجا میخواد بکنه؟ توی این گزه برای به اصطلاح تروریسم که پایه یکی از استراتژیشه، یعنی یکی از به اصطلاح ارگانهایی که این رژیمو تا به حال نگه داشته و قاسم سلیمانی به عنوان کسی که این استراتژی رو پیش میبرده. در نتیجه وقتی قاسم سلیمانی اینجوری به اصطلاح کشته شد، این خط و این استراتژیشون ضربه استراتژیک خورده. حالا الان نکته مهم این هست که با توجه به اینکه رژیم در آستانه خفگی اقتصادی قرار داره، چرا میاد چنین بودجه‌ای رو که به قول شما یک موضوع محرمانه هست اینطور علنی مطرح میکنه؟ آیا به عواقبش فکر نمیکنه؟ طبعا رژیم ببینید در بنبست، الان توی بنبستی قرار گرفته. بعد از قیام خب تحولات برای رژیم به سرعت به ضرر رژیم تا اینجا تموم شده. و ببینید مثلا در دی ماه 96 آمریکا بعد از قیام، اگه یادتون باشه من گزارشم که الان پخش میشد و روحانی هم خودش میگو آمریکا بعد از دی ماه 96 از برجام خارج شد، بعد از قیام میگو نتیجه قیام بود. در قیامی که الان در ایران و در کشورهای لبنان و عراق بر علیه رژیم در جریانه، خب این چیزی که جامعه بین المللی میگیره ضعف رژیمه. در نتیجه اینا اساساً در موضعی نیستن که بتونن مثلا حرفشون رو پیش ببرن. اینا الان دارن مثلا با سیلی صورت خودشونو جلوی نیروهاشون سرخ نگه میدارن. مثلا در یک جایی این چیز اومده بود صحبت کرده بود حسین شریعت مداری، ببینید چی میگه. میگه یک فاکتور و یک عامل جدید در محاسبات آمریکا وارد شده. چرا الان دست به این کار میزند؟ همش داره سوال میکنه تو یک مصاحبه، تو این نگاه یک، یعنی چرا همش الان داره میاد قاسم سلیمانی رو میکشه؟ آره. به نظر میاد یک فاکتور جدیدی رو احساس میکند. چه فاکتوری وارد شده؟ این سوالو داره هی مستمر میکنه. میگه چرا آمریکایی‌ها این کارو کردن؟ چه فاکتوری در محاسباتشون وارد شده که اومدن وارد همچین به اصطلاح زدن قاسم سلیمانی شدن؟ خیلی واضحه. برای اینکه اشعه چی از رژیم میگیرن؟ ضعف. ضعف دارن میگیرن. قیام صحنه رو برگردونده. دیدن افکار عمومی بین المللی که این رژیم در کل این کشورها و به خصوص در ایران در چه وضعیتی به اصطلاح به لحاظ اجتماعی قرار داره. اون به لحاظ اقتصادی، اون به لحاظ سیاسی در جنگ گورکا که با هم دیگه دارن. اون یه رژیمی که الان به زور خودش رو سر پا نگه داشته، به ترور رو با این به اصطلاح سرکوب خودش رو نگه داشته، ولی خب این که دوام نداره. این طبعا محافل بین المللی و قدرت بین المللی اینو میگیرن. مثلا تو همین موضوعی که الان شما نگاه کنین سر قاسم سلیمانی، اروپا موضعی نگرفت بیر محکوم بکنه اینا، ولی در تهاجم دیشب فرانسه، آلمان، انگلیس همه اومدن موضع گرفتن، به سرعت هم گرفتن. انگلیس هم گفته که ما اگر یک نفر از طبعه خودمون آسیب ببینه وارد به اصطلاح تلافی میشیم. یعنی خیلی با قدرت وارد شدن به خاطر اینکه رژیم رو در موضع ضعیف میبینن. وقتی که در این وضعیت هستش، خب رژیم هم در بقول نیروهاش مجبور یک اقدامی بکنه که اونم خب این حمله بسیار احمقانه است. حالا این قسمتی که الان شما دارین میگین، ببینید 200 میلیون یورو اومده برای تروریسم و هزینه های تروریستی نیروهای نیابتیش چیز کرده. حالا جالبتر از اون ببینید چیه؟ جالبتر از اون اینه که این روحانی خودش اومده میگه حالا این پولو برای کجا میخوان هزینه بکنن؟ برای سپاه قدس. سپاه قدس اصلا کارش در خارج از کشوره. روحانی اومده میگه آمریکایی ها فردا اگر کاری در یک کشور دیگر شد نگوین اینها نیروهای نیابتی ایران هستند. ما نیروی نیابتی نداریم. چون اگه یادتون باشه آمریکا گفته بود که اگر هر کسی از ما توسط نیروهای نیابتی رژیم
مثلا ضربه بخوره و کشته بشه، ما به اون کاری نداریم، ما رژیم رو هدف قرار میدیم. ببینید چه جوری به دست و پا افتاده. باز هم ممکن است حوادثی مثل نام آرامکو اینا در یمن بیافرینن، این ربطی ندارد به حکومت ایران، نه مردم ایران، نه به نیروهای مسلح ایران. خطا نکنن آمریکایی ها، فردا اگر مشکلی در سطح دنیا پیدا کردن نگوین فرمان ایران بوده. ببینید این وضعیت به اصطلاح ضعفشون در من. ولی حالا اون قسمتی که برمیگرده به این تصویب این 200 میلیون یورو، شما ببینید مثلا خود همین روحانی در صحبتایی که کرده بود توی همین آبان ماه، وضعیت جامعه رو ببینید چجوری توصیف میکنه. علارغم این وضعیت اینا میان خرج تروریسم میکنن، در حالی که مردم ایران دارن میگن نه غزه نه لبنان، جانم فدای ایران. یعنی دارن این شعار مردم تو خیابونا میدن. حالا ببینید روحانی چجوری وضعیت رو میگه. میگه ببینید در کشور ما حدود 25 میلیون خانوار داریم، حالا رقم دقیق تر بخوایم 24 میلیون و 600 هزار خانوار ما در ایران داریم. این 24 میلیون و 600 هزار خانوار در کشور عزیزمان یک عده وضع زندگیشون وضع زندگی مناسب است، می توانن روی پای خودشان بایستن، یک اکثریت هم هستن که دچار فشار هستن، باید از راهی به آنها کمک شود. طبق محاسبات ما تقریبا در کشور ما حدود 7 میلیون خانوار وضع زندگیشان خوب است یا نسبتا خوب است و 18 میلیون خانوار نیاز به مساعدت و کمک دارند. یعنی از این جمعیت عظیم کشور یک اکثریت قاطعی نیاز به کمک دارند. خب وقتی که اینا میان یک چنین کارهایی میکنن که نیازمندن برای حفظ روحیه نیروهاشون، طبعاً تبعات اجتماعی داره. این دقیقاً میریزه در کیسه قیام و نارضایتی بیشتر مردم. مثلا ببینیم بنا به گزارش دبیرکل دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت، میگه 70 تا 80 درصد مردم ایران از حداقل مواد غذایی مناسب محرومن و توانایی خرید گوش و لبنیات کافی را ندارن. این جمعیت حدود 80 درصدی طبقه کم درآمد جامعه است. تازه این چیزیه که رسانه‌های خودشون دارن میگن. بله. یا از این چیز بسیار زیاده. مثلا طبق برآورد آمارهای سازمان جهانی بهداشت از 2015 و 2017 شاخص سرانه تعداد پزشک در ایران نسبت به استانداردهای جهانی بسیار کمتر است. حتی توجه کنید تعداد سرانه پزشک در ایران حتی از کشورهای کم توسعه یافته و جنگ زده مثل سوریه و فلسطین هم کمتره. اینها به دلیل وضعیتشون که نیازمند چنین اقدامات تروریستی برای حفظ بقای خودشون هستن، دستشون تو جیب مردم میکنن و غارت میکنن ثروت های مردم رو و میدن به اصطلاح برای نیروهای نیابتی و تروریست، برای که خودشون سرپا نگه دارن، که طبعا این چیزی نیست که برای مردم ما پوشیده باشه. به خاطر همین قیام بله در آبان ماه شروع شد و در سالهای قبلش، در نتیجه این روندیه که رژیمی که در بن‌بست قرار گرفته و مجبور بیاد این کارا رو بکنه، دقیقاً این اقداماتش در کیسه قیام و آتشی که بر علیه خودش برافروخته، این آتش شعله برتر خواهد. بله خیلی متشکرم از شما و توضیحاتتون. خیلی. بینندگان عزیز، گفتگویی بود با آقای احمد گلفشار در رابطه با تهاجم شب گذشته رژیم آخوندی به پایگاه‌های آمریکا در عراق و تبعات اون. ادامه برنامه قیام ایران رو پی می‌گیریم.